روزگاری که مادر از برای آگاهی من لب سخن می گشود، عشق را در کلامش، نور را در دلش و پاکی را در نگاهش می فهمیدم. و آن زمان که از ایران می گفت، گونه هایش تر می شد و نگاهش خیره. و آنگاه که مرا درس خردورزی می داد، در گوشم گاتها را نجوا می کرد. حال که او به آسمان پرکشیده است و در افق ناپیدا، من آن سرودها را به یادش می خوانم تا پرواز را خود بیاموزم از روزگار. یه اوروانم من گیره و هو دده خسرا مننگ ها اشیش چاو شیو تننا وی دوش مزداو اهو رهیا یوت ایسای تباچا عوض سای عیش اشفیا. در پرتو اندیشه پاک روانم را به سوی فردوس رهبری خواهم کرد و با آگاهی از پاداشی که خدای هستی بخش دانا برای کارهای نیک مقرر فرموده است، کوشش خواهم کرد تا آنجا که مرا تاب و توان است، مردم را بیاموزم که به راستی گرایند و درستی پیش سازند. ات تا وخش یا ایشن تو یا مزداتا یا چی وی دوشه ستاو تا چا و هورایی یسنیا چا ونکهوش من انکو و مانس را اشا یه چا یا روچه بیش در سطح بروازا. اینک برای جویندگان حقیقت و مردم دانا از این دو پدیده بزرگ سپنتا مینو و انگره مینو سخن خواهم گفت و روش ستایش خداوند جان و خرد و نیایش وهومن یا منش پاک را بیان خواهم کرد و همچنین از دانش الهی و آیین راستی عشا گفتگو خواهم نمود تا با برخورداری از رسایی نور حقیقت را دریابید و از نعمت فردوس بهره مند گردید. سراوتا گو شایش و هشتا اوه نتا سو چا من انتا آور ناو وی چی تحیا نرم نرم خوا خویای تنویه ترا
مزه یان کو احمای نه سجدیاوی باودن تو پیتی ای مردم، بهترین سخنان را به گوش هوش بشنوید و با اندیشه روشن آنها را بررسی نمایید. هر مرد و زن راه نیک و بد را شخصا برگزیند. پیش از فرا رسیدن روز واپسین همه به پا خیزید و در گسترش آیین راستی بکوشید. اکچار توی و ام خویاما یوی ای فرشن کرنون اهو مزداوس چا اهو رانگ خو آمو یست را برنا و شاو چا یت هت را مناو ببت یت را چیستیش انگ هت پروردگارا بشود که مانند کسانی که جهان را به سوی تکامل و آبادانی پیش میبرند از بندگان وفادار تو باشیم. ای خداوند جان و خیر و ای هستی بخش بزرگ، بشود که در پرتو راستی و پاکی از یاری تو برخوردار گردیم تا زمانی که ما دست خوش بدگمانی و دودلی هستیم اندیشه و قلب ما یک پارچه به تو توجه پیدا کنیم. ای خداوند جان و خرد، هنگامی که در اندیشه خود تو را سرآغاز و سرانجام هستی شناختم، آنگاه با دیده دل دریافتم که تویی سرچشمه منش پاک، که تویی آفریننده راستی و داور دادگری که کردار مردمان جهان را داوری می کنی. یت نی مزدار پاوری گیت آوز چا تشو ده ناوز چا وال مننگ ها فرتوش چار یت از فنتم
dadaušenem yet shall thanav chal sing hans chal yet frau varening vasau dau yete ای خداوند خرد، هنگامی که در روز نخست تن و جان آفریدی و از منش خیش نیروی اندیشیدن و خرد بخشیدی، زمانی که به تن خاکی روان دمیدی و برای انسان نیروی کار کردن، سخن گفتن و رهبری کردن به ارمغان آوردی، خواستی تا هر کسی به دلخواه خود و با کمال آزادی کیش خود را برگزیند. ای مردان و زنان، کوشش کنید به این حقایق توجه داشته باشید. از دروغ که همان زندگانی مادی و وسوسه انگیز است پرهیز کنید و از پیشرفت ریا و فریب جلوگیری نمایید. پیوند خیش را با دروغ بگسلید و بدانید که آن خوشی و سروری که از راه نادرست و بدبختی و بیچارگی دیگران به دست آید، جز رنج و افسوس چیزی به بار نخواهد آورد و تبهکاران و دروغ پرستانی که در پی تباهی درست کردارانند، به راستی زندگانی معنوی و آرامش روحی خود را از بین خواهند برد.